سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده به مناسبت روز جهانی کودک بیانیه ای صادر کرد در بیانیه این سازمان که نسخه از آن به دست خبرگزاری شیعه ویوز رسیده آمده است طبق پجوهش های اخیر کودکان آسیب پذیر تنقش در ده سال گذشته بودند این بیانیه افزود در حالی در دنیا روز جهانی کودک را جشن می‌گیرند که در بسیاری از کشورها و خصوصا در منطقه خاورمیانه بزرگترین قربانیان کودکان هستند مسلمان آزاده ادامه داد اقدامات نظامی و درگیری‌های مسلحانه داخلی از مهمترین دلایل اساسی قربانی شدن هزاران تن از کودکان بوده و در اثر فقدان خدمات مناسب پزشکی و نیز فقر و گرسنگی این قشر آسیب پذیر در ده سال گذشته آسیب پذیرتر شده اند. این سازمان حقوق بشری ادامه داد سربازگیری کودکان پسر زیر 14 سال و وارد کردن آنان به جنگ های گوناگون و اجبار آنان به انجام کارهایی که مناسب سن نشان نیست و بسیاری موارد دیگر توسط دهها سازمان حقوق بشری در مناطق مختلف جهان رسد شده است که بیانگر وضعیت وحشتناک و غیرقابل توصیف آنهاست سازمان جهانی نفی خشونت در ادامه بیانیه خود آورده است در برخی از کشورهای جهان مانند بهرین شاهد بازداشت کودکان و زندانی شدن آنان و یا در کشورهای مانند سوریه و یمن شاهد قربانی شدن کودکان در جنگ ها و درگیری ها هستیم که این وضعیت با تمام معاهده ها و قوانین حقوق بشری مغایرت دارد سازمان مسلمان آزاده در پایان این بینیه از جامعه جهانی خواست تا بیش از پیش به این قش از جامعه اهمیت دهند و به کشورهای درگیر جنگ و اختلافات داخلی هشدار دهند تا دست از سیاست های کودک ستیزانه بردارند و محیطی سالم و با ثبات را برای زندگی کودکان فراهم سازند.